سلام و درود فراوان به شما همراهان و دوستداران همیشگی این برنامه. خوش اومدید به برنامه رنگ زندگی. با 17 قسمت از برنامه رنگ زندگی مهمون خونه های گرم شما عزیزان هستیم. مرسی از اینکه وقت میذارین و با انتقادات و پیشنهادات خوبتون ما رو حمایت میکنین. پس یه هفته دیگه با برنامه خودتون همراه باشید. چرا آقایون باید از سن 35 سالگی آزمایش کلسترول خون رو شروع کنن؟ سطح بالای کلسترول یا همون LDL باعث ایجاد پلاک‌های چسبنده‌ای در دیواره سرخرگ‌ها میشه و گرفتگی سرخرگ‌ها میتونه تا مدت‌های طولانی بدون هیچ گونه علائمی پیشرفت کنه و به مرور زمان با یک حمله قلبی و همچنین سکته مغزی خودش رو نشون بده. تغییر سبک زندگی و استفاده از دارو میتونه خطر این بیماری ها رو در آقایون کاهش بده. پنل چربی خون آزمایشی که سطح کلسترول و چربی خون رو در آقایون نشون میده و نتیجه این آزمایش میتونه به آقایون کمک کنه که خطر بیماری های قلبی و عروقی رو در خودشون کاهش بدن. ولی آقایونی که از نظر بیماری های قلبی و عروقی در خطر هستن باید از سن 20 سالگی این آزمایش رو شروع کنن و بقیه آقایون از سن 35 سالگی این آزمایش رو شروع کنن تا خطر بیماری های قلبی و عروقی رو در خودشون کاهش بدن. یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم و برمیگردیم. هرگز برنج و نون رو از برنامه غذایتون حذف نکنید. بعضی مواقع بعضی از افراد میان برنج و نون رو به منظور کاهش وزن از برنامه غذایشون حذف میکنن. ما امروز میخوایم به اون دسته افراد بگیم که در نون و برنج نوعی ویتامین B1 غله‌ای وجود داره که حذف اون باعث میشه که این ویتامین که به عنوان تیامین هم شناخته شده به بدن نرسه و عدم جذب این ویتامین میتونه عوارض جدی برای بدن داشته باشه که کژخلقی و زودرنجی از جمله این موارد هستن. همچنین تیامینی که در غلات وجود داره پروسه جذبش طولانی‌تر از تیامینی که در میوه‌جات وجود داره و گفته شده حتی افرادی که دیابت دارن یا اضافه وزن دارن هرگز برنج و نون رو از برنامه غذایشون حذف نکنن. تنها میتونن مقدار مصرفشون یا نوع نون و برنج رو تغییر بدن. مثلا اگر برنج سفید استفاده میکنید میتونید از برنج قهوه‌ای استفاده کنید و نوع طبخ اون رو تغییر بدید یا به جای استفاده از نون سفید از نونی استفاده کنید که دارای سبوسه یا از غلات کامل درست شده. پس همیشه یادمون باشه مواد غذایی که میتونه برای بدن مفید باشه اگر زیاد استفاده بشه و به اندازه معمول استفاده نشه میتونه برای بدن مضر باشه. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. در این بخش چند تا توصیه داریم برای مصرف صحیح پروتئین. پروتئین یکی از مهمترین اجزای برنامه غذایی سالمه و اهمیت اون از چربی و کربوهیدرات در ترمیم عضلات و بافتا و انرژی و سیستم عملکرد ایمنی بیشتره. دریافت پروتئین به اندازه کافی در طول زندگی به معنای سالم بودن و پر انرژی بودنه. پس یادمون باشه در هر وعده غذاییمون از پروتئین استفاده کنیم، مخصوصا در صبحانه‌مون. همچنین اگر پروتئین کامل استفاده می‌کنید در هر وعده غذاییمون بیشتر از 30 تا 40 گرم پروتئین کامل میل نکنید. همچنین یادتون باشه برای هضم پروتئین نیاز به فیبرها و مواد غذایی با کیفیت داریم و همچنین برای اینکه جذب پروتئین رو افزایش بدید از میوه‌جات و سبزیجات استفاده کنید. در آخر هم یادتون باشه که 2 ساعت قبل از ورزش پروتئین میل نکنید چون پروتئین برای هضمش نیاز به انرژی زیادی داره و از انرژی و دیگر منابع سوخت و ساز که قلب و عضلات و ریه به اون احتیاج دارن کاهش میده. ولی این مسئله در رابطه با پروتئین های وی که همون پروتئین های خشکی هستن که ورزشکاران از اونها استفاده میکنن صدق نمیکنه و این ورزشکاران میتونن 30 دقیقه قبل از ورزش از این پروتئین ها استفاده کنن. یه بخش کوتاهی رو با هم میبینیم و برمیگردیم.
دست از خوردن میانوعده‌های غذایی برداریم. معمولاً اتفاق میفته که بعد از خوردن یه میانوعده شور دلمون میخواد که یه میانوعده شیرین بخوریم. این مسئله یه علت داره. اینم اینه که میانوعده‌های شوری مثل چیپس و چوب شور حاوی کربوهیدرات ساده هستن. همون کربوهیدرات هایی که به سادگی هضم میشن و سطح انسولین رو بالا میبرن و بعد مدت کوتاهی سطح انسولین افت میکنه و همچنین حس چشایی با مغز در ارتباطه و بعد از خوردن میانوعده های شور دلمون میخواد که یه میانوعده شیرین بخوریم. پس به جای خوردن میانوعده های نمکی سبزیجات و میوه‌جات تازه میل کنید. یه بخش کوتاهی رو با هم میبینیم و برمیگردیم. در زیبایی بسیار تاثیرگذار و تقریبا 85% خانم ها از این مشکل رنج میبرن. سلولیت زمانی اتفاق میفته که سلول های آزاد چربی در زیر پوست تهنشین میشه و در یک نقطه جمع میشن. این مسئله معمولا در پایین تنه اتفاق میفته و ظاهری شبیه پوست پرتقال داره. اما شاید براتون جای سوال باشه که چه مسائلی باعث ایجاد سلولید میشه. گفته شده شیوه ناسالم زندگی، هورمون‌ها و گاهی وقتا ژنتیک نقش مهمی در ایجاد سلولید داره. اما امروز ما یه روش خونگی داریم براتون، چون گفته شده به محض رویت سلولید میتونید اون رو از بین ببرید. گفته شده که فلفل با حذف سموم بدن باعث کاهش سلولید میشه. در این روش خانگی تنها کافیه که یک قاشق غذاخوری پودر فلفل رو با یک قاشق سوپخوری زنجبیل و همچنین آب لیمو به آب گرم اضافه کنید و به مدت 1 الی 2 ماه روزانه 1 یا 2 بار اون رو نوش جان کنید. در پایان این مدت تاثیر شگفت‌انگیز اون رو خواهید دید. یه سری به اتاق فرما میزنیم و برمیگردیم. برنامه این هفتمون همینجا به پایان رسید. مرسی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. راه‌های ارتباطی با ما رو که بهتر از ما میدونید. صفحه فیسبوک، وبسایت و اینستاگرام و تلگرام شبکه جهانی دریملند، زندگی دوست داشتن داشتنی هاست. امیدوارم قدر داشته هاتون رو بدونید. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.